نکته دیگه ای که باید مد نظر داشته باشید، برای خودروهایی مثل 206 یا خودروهایی که دارای BSI هستن یا شبکه مولتیپلکس دارن هست که باید دقت بکنید. خب گاهی وقتا مثلا خودرو 206 بوده، به دلیل سولفاته شدن بسته باتری ماشین روشن نشد، یعنی شخص اومده استارت بزنه دیده چراغ پشت آمپرش نورش کم رنگ میشه، مورد از بس باتری بوده، با مقدار کمی آب ریخته روش، اون لحظه 206 استارت خودش رو زده، اما بعد بازم با این که استارت خورده ماشین روشن نشده. اگر که بس باتری بیش از اندازه برداشته بشه یا در زمانی که میخواد استارت زده بشه خوب استارت نخوره، یکی از مشکلاتی که برای 206 به وجود میاد این هست که تقریبا میشه گفت کلیدش یه جوری باید به سیستم معرفی بشه، یعنی که اون کد کلید شاید در خاطرش نمونده باشه. توی این وضعیت شما باید همون کلیدی که در دست دارید رو بدون نیاز به دستگاه ABR به سیستم معرفی کنید. تو یکی از بخش‌های آینده این کار رو بهتون میگم که معرفی کلید ببینید به چه صورتی هست. اما نکته‌ای که حالا اینجا من می‌خواستم بهتون بگم این بود که وقتی که شما کلید رو می‌بندید در خودروهایی که شبکه مولتیپلکس دارن، حتما باید 10 دقیقه یا 5 دقیقه صبر کنید تا BSI اون پیکربندی خودش رو در حافظه خودش ذخیره کنه یا اون موقعیت ماشین رو در حافظه خودش ذخیره کنه. اگه همون لحظه بسته باتری رو بردارید ممکن هست که حالت BSI حالت بلانک یا خالی بودن رو بهش دست بده و دوباره مجبور بشید دستگاه ABR رو متصل کنید بهش. پس هر زمان که میخواید با 206 یا ماشین های مولتیپلکس کار کنید، سویچ رو که بستید حداقل دیگه کمتر از 5 دقیقه نه صبر کنید تا سیستم به حالت میگیم شبکه مثلا مولتیپلکس به حالت خواب رفته، یعنی که تمام کاراش دیگه پردازش اطلاعاتش، دادن اطلاعات یا گرفتن اطلاعاتش صفر بشه و سیستم به خواب بره. زمانی هم که باتری رو دوباره روی کار قرار میدید حتما به مدت 1 یا 2 دقیقه هیچ کاری انجام ندید، اجازه بدید سیستم خودش رو آماده کنه و فرصت کافی برای رو اندازی خودش داشته باشه. بعد از 2 دقیقه اون وقت میتونید سویچ رو باز کنید، بازم در این حالت 10 ثانیه صبر کنید، 10 ثانیه سویچ رو ببندید، سویچ رو باز کنید، استارت بزنید و ماشین رو روشن کنید. به این دلیل میگیم سویچ رو 10 ثانیه باز کنید. زمانی که سویچ باز میشه ECU میاد، تمامی قطعاتی رو که در لحظه روشن شدن خود رو باهاش ارتباط دارن دونه دونه چک میکنه، موقعیت های قبلی اونها رو بهشون میگه، مثل استپر موتور یا حالا پتانسیم درجه گاز و و و قطعات دیگه. باید این 10 ثانیه بهش اجازه بدیم که قطعات رو بشناسه، جایگاهشون بدونه کجاست از لازم موقعیتشون، حالا یا زاویه یا دما یا حالا هر چیز دیگه، و بعد از اون خودرو رو استارت بزنیم و روشن کنیم. حالا اگر بعد از این که ما باتری رو روی کار قرار دادیم و ماشین روشن نشد، ببینیم که مشکل از کجاست. دقیقا همین موردی که الان خدمت دوستان عرض کردیم. اگر که دستگاه ABR رو به سیستم متصل کنید، برید به قسمت BSI و وضعیتش رو ببینید، اونجا گزینه بلانک یا خالی رو به شما نشون بده. دوم بریم قسمت کلیدهای تعریف شده، یه قسمتی موبیلایزر، ببینید چند تا کلید برای خود رو تعریف شده. بعد از این دو کار وضعیت پیکربندی ECU ماشین اگه بخوام در نظر بگیریم اطلاعاتش پاک شده هست، شما باید چند تا کار رو انجام بدید. اول باید پیکربندی BSI رو انجام بدید. چرا؟ چون بلانک یا خالی هست. دوم کلیدها رو به دوباره مجددا تعریف کلید کنید،
که در زمان حالا پیکره بندی دیگه کد کلید این موارد ها رو در داخلش ثبت میشه یا زمان تعریف کلید، در نهایت خودرو آماده روشن شدن است. اگر که به قسمت وضعیت نرم افزاری BSI رفتیم و گزینه is not blank، یعنی اطلاعاتش خالی نیست، دارای اطلاعات و پیکره بندی هست، اما در قسمت کلیدهای تعریف شده شما صفر رو دیدید، یعنی کلیدی برای سیستم الان ما تعریف نکردیم، در اینجا فقط کافی هست که مجددا تعریف کلید کنید. تعریف کلید این هست که شما کلید رو در یا سویچ رو در جای خودش قرار میدید، توسط دستگاه ABAP میدید در قسمت تعریف کلید، معرفی کلید رو میزنید، میگه کلید اول در جاش قرار بدید، مرحله بعدی کد کلید رو میخواد از شما، کد کلید رو که داد حالا قسمتی که سویچ باز کنید یا ببندید برای شما مشخص میشه و در نهایت کلید اول رو تعریف میکنید، خب کلید دوم رو هم به همین ترتیب معرفی میکنید، در نهایت کار انجام شده و خود رو روشن خواهد شد. البته اینو یه بار بهتون بگم، چیزی رو که الان داریم میگیم تعریف کلید، اون کاری که به شما گفتم که سنکرونیزی کردن حالا کلید با خود رو قبل از انجام این کارها انجام میشه، اونو در جایگاه خودش خدمتون عرض میکنم، حالا نمیخوام از بحث باتری دور بشیم. و در نهایت اگر باز BSI is not blank، یعنی خالی نبودن رو داد، کلیدهای خودرو هم چیه؟ نوشته کلیه کلیدهای خودرو هست، تعریف شده. در اینجا دیگه فقط میگم چیکار میکنیم، BSI خودمون رو دانلود میکنیم، حالا یا با همون ورژن یا با ورژن بالاتر، که حالا در بخش دانلود و ریست خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. البته جهت اطلاع، دانلود کردن BSI جزوه دیاگ و تازه های خود رو جلد شماره 2 در موردش صحبت کرده. اما زمان هایی که ما احتمال نشتی توی سیستم میدیم، یعنی اینکه دینام شارژ کرده باتری رو، بعد از شارژ شدن مثلا ماشین استارت میخوره، حتی در داخل شهر مثلا راننده حرکت میکنه، یک ساعت دو ساعت بعدش هم استارت میخوره، ماشین روشن میشه، اما وقتی که خودرو رو پارک میکنه یک شب از اون میگذره، صبح میخواد اون رو روشن کنه، میبینه ماشین روشن نمیشه یا دوباره ماشین روشن نمیشه. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.